درود به هممیهنان عزیز، امروز یک شنبه 16 تیر با خلاصه اخبار و توده در خدمت شما هستم. در حالی که پیشتر خامنه‌ای تاکید کرده بود با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا تحریم‌ها را بردارد مانعی برای مذاکره نمی‌بینیم. آستار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته آمریکا پس از سرنگونی پهپاد متجاوزش از طریق واسطه‌های دیپلماتیک اعلام می‌کند که ما برای حفظ آبروی خود می‌خواهیم عملیاتی محدود و در منطقه کم ارزش انجام دهیم و شما پاسخ آن را ندهید. بلومبرگ اعلام کرد جمهوری اسلامی همیشه برای برنامه هسته‌ای‌اش یک هدف داشته و اون هم هیچ ربطی به انرژی هسته‌ای ندارد، بلکه هدفش سلاح هسته‌ای است. امانوئل مکرون اقدام جمهوری اسلامی برای افزایش میزان غنی‌سازی را محکوم کرده و آن را نقض توافق هسته‌ای خواند. در واکنش به افزایش سطح غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی، وزیر انرژی اسرائیل عنوان کرد ایران با این کار خطوط قرمز را زیر پا گذاشت. بنیامین نتانیاهو نیز در اظهاراتی معنادار به نحوه آغاز جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت که آن جنگ نیز با یک اقدام به ظاهر کوچک از سوی آلمان نازی شروع شد. به نقل از العربیه، اعضای اروپایی امضا کنندگان برجام درباره نقض برجام توسط رژیم ایران جلسه اضطراری برگزار می‌کنند.